سلام رفقا، حالتون چطوره؟ من مهدی گنجی‌فرم، خیلی خوش اومدیم به کانال مستر دکو. امروز قراره درباره یکی از فیلم‌های متفاوت دهه 80 صحبت کنم. سبکی تحمل ناپذیر هستی یه فیلمی که توسط فیلیپ کافمن کارگردانی شده و بر اساس همون رمان میلان کونترا که در سریال در انتهای شب دیدید ساخته شده. یه ماجرای عاشقانه است که خیلی هم میتونه پیچیده باشه، که تو قلب سیاست‌های پر التهاب چکسلواکی میگذره، همون زمان بهار پراگ. فیلم هم طولانیه، هم یه مثلث پیچیده و خیلی ویژه درش وجود داره. داستان توماس یه جراحه که به قول خودمون خانم بازه، که دنیل دی لوئیس بازی میکنه نقشش رو، و دو تا زن تو زندگیش این داستان رو دنبال میکنن. یکی سابیناس، یه زن آزاد و رهاست که لنا اولین نقشش رو بازی میکنه، و ترزا، همسر وفادارش که نقشش رو جولیت بینوش بازی میکنه. این سه نفر تو دل حوادث سیاسی پراگ توی مثلث عشقی گیر افتادن. رابطه این سه نفر رو میشه از جنس مختلف عشق نگاه کرد بهش. ترزا که دنبال عشق و تعهده، که براش اینا همه معنی‌های خود خاص خودشو داره. عشق و تعهد معنی‌های اساسی زندگیشه. ولی توماس این وسط بیشتر دنبال آزادی و بیقیدی و روابطشه، که خیلی دوست داره که درگیر هیچی نباشه. و سابینا هم نماد رهایی کامل از هر نوع تعهدیه. خب این نمادا همه در کنار هم شکل دادن داستان سبکی تحمل ناپذیر هستی. این رابطه تو تاریخ سینما خیلی زیاد بوده، دیده شده. من میتونم دوتا مثال خوب براتون بزنم که همیشه عشق با احساسات درگیر بوده و یه پیچیدگی های اصلی خودش رو داشته، یه عمق شخصیتی همراه این داستان ها بوده. یکی فیلم برباد رفته است و دیگری فیلم کازابلانکاست، که همیشه این نوع رابطه عاشقانه و پرکشش درش وجود داشته و به خاطر همین بوده که بیننده رو به سمت خودش میکشونده. ولی فیلم سبکی تحمل ناپذیر هستی توش همه چی پیچیده تره، چون فیلم نه فقط به عشق، از اون ور به سیاست هم میپردازه. میخواد بگه که حتی تو این مثلث‌های عشقی، عشق و سیاست گاهی تو یه راستا همزمان با هم کار میکنن و رو زندگی آدمو تأثیر میذارن. خیلی آدما در طول تاریخ بودن که روابط اجتماعی و سیاسی توی عشقشون تأثیر گذاشته. میتونیم شهرزاد هم مثال بزنیم. حالا اگه بخوایم یه مقایسه هم بکنیم که با در انتهای شب، تا حدی مثلث عشقی تو این قالب میگنجه و این رو روایت میکنه، ولی حس جنس رابطه و دغدغه های شخصیت ها خیلی اینجا با هم متفاوته. تو اون سریال، توی سریال در انتهای شب، مثلث عشقی وجود داره، ولی بیشتر محوریتش درگیری های خانوادگی بوده، اصالت سنتی بوده. ولی تو سبکی تحمل ناپذیر هستی، رابطه های عاشقانه یه ذره مستقیمن تحت تأثیر تحولات سیاسی و اجتماعی قرار میگیرن. این ور هیچ تحول اجتماعی یا سیاسی نداشتیم، صرفا سنت خانواده درگیر بوده. ولی اونور این مثلث با وجود تمام تنش‌هایی که در فیلم وجود داشت، درگیر سیاست و نوع اجتماع و اون بهار و اون دهه‌ای بود که خیلی پرتنش بوده. توماس که دنیل دی لوئیس نقشش رو بازی می‌کنه، بیشتر شبیه آدمی که از تعهد می‌خواد فرار کنه، ولی شخصیت های در انتهای شب درگیر موندن تو ساختارهای سنتی بودن که توی رابطه های خانوادگی ما در ایران تنیده شده تو تار و پود زندگیمون. و توی سبکی تحمل ناپذیر هستی، یا همون که بر اساس کتاب
بار هستی میلان کوندرا، عشق نوعی فراتر از مرزهای خانواده و جامعه میره، اما تو در انتهای شب این مرزها عملاً یه بخش کوچیکی از رابطه های اصلی هستن. این برنامه رو من ساختم یه ذره ابهامات برطرف بشه نسبت به سریال، و یادی هم کرده باشیم از سریال خوش ساخته در انتهای شب با اون بازی های خوب، دلمون هم تنگ شده براش و گفتم که بیایم اینجا در مورد این صحبت بکنیم. از لحظه اولی که دیدمش با خودم گفتم من دیگه یه لحظه هم بدون این مرد نمیتونم زندگی کنم. مثل مرداب بود که منو آروم آروم کشید تو خودش. سبکی تحمل ناپذیر هستی، درسته که یه کتاب توش اشاره شد که در انتهای شب بود، ولی این فیلم سبکی تحمل ناپذیر هستی یکی از فیلماییه که شما داستان عشقی شما رو جذب میکنه، پس زمینه تاریخیش و سیاسی شما رو درگیر میکنه. اگه یه مثلث عشقی پیچیده تو سینما دوست دارین که ببینین، حتما این فیلمو ببینین. و البته مقایسش با یه اثری مثل در انتهای شب میتونه بینندهایی که دنبال نگاه متفاوت به عشق هستن رو و حتی تعهد رو درگیر کنه و براشون جالب باشه. صرفا برنامه فقط یاداوری در انتهای شب بود، سریال های خوبی که پخش شدن و خیلی زودم تموم شدن. مرسی که تا انتهای برنامه تماشا کردین. نظراتتون رو درباره اول بریم فیلم رو ببینین اگر ندیدین، و نظراتتون اگه دیدیم برای من حتما کامنت بکنین، و یادتون نره که این کانال رو سابسکرایب کنید، لایک کنین تا ویدیو بهتری بتونیم بسازیم. شب و روزگارتون خوش.